یک مقام عالی رتبه دولتی بار دیگر مدعی شد حجم فعلی ذخایر ارزی در سی سال گذشته بی سابقه است اسقر ابوالحسنی معاون وزیر اقتصاد بامداد روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس برای دومین بار در چند روز اخیر از وضعیت مطلوب ذخیره ارزی در کشور خبر داد و گفت اصلا کمبود ارز در کشور وجود ندارد معاون وزیر اقتصاد در واکنش به برخی از اظهارات مبنی بر اینکه گرانی دلار در هفته های اخیر از برنامه های دولت برای کاهش نقدینگی در کشور بوده است اظهار داشت اگر این هدف را داشتیم اصلا در بازار ارز عرض ارزه نمی کردیم تنها 69 دقیقه بعد از اظهارات این مقام به گزارش خبرگزاری فارس پس از گذشت دو هفته از التهاب بازار ارز با وجود آن که مسئولان اقتصادی از کاهش صفها برای خرید دلار خبر میدادند امروز نیز همچنان صفهای خرید دلار دولتی با قوت پابرجاست در این حال برخی از صرافی ها فروش ارز را به افراد عادی ممنوع اعلام کردند روی تابلو صرافی ملت برچسبهایی با عنوان به اشخاص حقیقی ارز پرداخت نمی شود چسبانده شده است به گزارش همین منبع ارز دولتی تا ساعت 11 صبح روز شنبه در اختیار هیچ کدام از صرافی های ملی و ملت و همچنین صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی قرار نگرفته است و سرانجام این امر موجب ازدیاد جمعیت در مقابل این صرافی ها شده است. صرافان در توزیع نبود ارز در صرافی های خود میگویند دلار نیامده و منتظریم بانک دلار عرضه و نرخ آن را اعلام کند در این بین مشاهدات خبرنگار فارس حاکی از آن است که ازدهام جمعیت در مقابل برخی صرافی ها طی روز جاری به حدی است که صف دلار هم خواهران و برادران شد خبرگزاری مهر نیز بعد از روز شنبه اعلام کرد سرافی های وابسته به بانک ها در حالی امروز هر دلار آمریکا را 1055 تومان به سرافی های مجاز می فروشند که از پرداخت دلار به افراد عادی امتنا می کنند در این حال به گزارش این منبع سرافی ها قیمت فروش دلار را 1060 تومان برای مردم اعلام می کنند محسن عباسی مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی بعد از روز شنبه به خبرگزاری ایسنا از ادامه عرضه نامحدود دلار 1060 تومانی خبر داد و پیش بینی کرد روند کاهشی قیمت دلار طی هفته جاری ادامه داشته باشد به گزارش خبرگزاری مهر گرچه قیمت دلار بر روی تابلو صرافی ها 1060 تومان درد شده اما نرخ آن در بازار آزاد 1090 تومان است در همین حال محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری عصر روز شنبه ضمن تاکید بر این موضوع که قیمت ارز هرگز بالا نخواهد رفت اظهار داشت هرچند اخیرا در بازار اخلالی به وجود آمده ولی دولت نشان داد که بر اوضاع مسلط است